تأثیر مهاجرت بر زندگی زناشویی چیست؟ آیا مهاجرت انگیزه جدایی در یکی از طرفین ازدواج را افزایش می‌دهد؟ زندگی در کشور جدید در رفتار زن و مرد ایرانی چه تفاوتی ایجاد می‌کند؟ سلام، شاید بهتر باشد این برنامه را با دو روایت متفاوت از جدایی در خانواده‌های ایرانی مهاجر شروع کنیم. تجربه یک مرد ایرانی در سوئد چنین است. در هر نزاع خانوادگی مردان مقصر قلمداد می‌شوند و مراجع و مقامات با زنان همبستگی نشان می‌دهند. توضیحی برای تصمیم او به جدایی ندارم جز اینکه جامعه پشتیبان او بود و به او کمک می‌کرد. و تجربه یک زن از جدایی چنین است. در ایران هر دوی ما کارمند بودیم، اما شوهر سابقم در اینجا بیکار ماند. من با برنامه و با انضباط بودم و دلم می‌خواست هر چه زودتر زبان یاد بگیرم و تحصیلاتم را تکمیل کنم. او در نگهداری بچه هم کمکی نمی‌کرد و وقتش صرف تماشای تلویزیون می‌شد. شاید تجارب این چنینی باعث شده که طلاق در میان ایرانی‌های سوئد شایع‌تر از طلاق در میان خود سوئدی تبارها باشد. در پرگار این هفته از مهمانهای برنامه می‌پرسیم مهاجرت چه تأثیری بر زندگی زناشویی ایرانی‌ها می‌گذارد و مطالعات انجام شده در مورد رفتار زنان و مردان در محیط جدید در مهاجرت به ما چه می‌گوید. فروغ کنعانی، فعال مدنی در آلمان که با خانواده‌های مهاجر از جمله ایرانی‌ها کار می‌کند، از تجارب و مشاهدات خود می‌گوید. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، میگوید مناسبات قدرت در ازدواج است که تغییر در رفتار زناشویی در محیط مهاجرت را توضیح می‌دهد. و نادر وهابی، او هم جامعه شناس، میگوید ازدواج را صحنه مناسبات قدرت دیدن به تنهایی رفتارهای متفاوت در مهاجرت را توضیح نمی‌دهد. خیلی خوش آمدید. آیه درویشپور، شما معتقد هستی که مهاجرت به یکی از طرفین زندگی زناشویی انگیزه میده که منابع قدرت خودش رو افزایش بده و همین امکان جدایی رو هم افزایش میده. به ما بگید این بر چه تزی استواره؟ ببینید، من این چیزی که در واقع تحقیقات چند ساله که تو رساله دکترام 2013 منتشر شد به نام زنان مهاجر الگو شکن، نبرد قدرت در خانواده‌های مهاجر ایرانی، در واقع با سه نوع رویکرد به مهاجرت به عنوان نقطه عزیمتش، آیا ما مهاجرت و تأثیریش رو توی زندگی افراد و از جمله خانواده بر مبنای نگاه‌های مردم شناسانه استوار می‌کنیم یا قوم شناسانه و بیشتر بر تفاوت فرهنگی و تأثیر اون، شوک فرهنگی و تأثیر اون توی افزایش فشارهای روانی در خانواده تأکید می‌کنیم. این یه نوع نگاه روی کرده. یه نگاه دیگری بیشتر به روانشناسی اجتماعی نگاه میکنه، میگه بحران مهاجرت در واقع تولید یک نوع مهاجرت یک نوع بحران ایجاد میکنه، بحران روانی، من کیستم، و این بازتابش در خانواده ها میتونه به اصطلاح به تنش ها منجر بشه، در جامعه هم به خودکشی، به افسردگی و غیره، طلاق و به این ترتیب یه پدیده مذموم میبینه. نوع نگاه سوم که جامعه شناسان است و نقطه عزیمت من هست، بر مبنای قدرت و منابع قدرت و تأثیر اون توی رفتار آدمی از جمله در خانواده تأکید میکنه. توی این نظریه سومی که اشاره کردم، من بر این باورم و تحقیقاتم اینو نشون داده که یک، وقتی در مثلا جامعه نظیر ایران که روابط جنسی قدرت به شدت نابرابر به ضرر زنان و به نفع مردان، وقتی اینها مهاجرت میکنن این روابط قدرت تغییر میکنه، زنان موقعیت های نوینی پیدا میکنن، هم به لحاظ حقوقی، هم استقلال نسبی اقتصادی و هم حتی به لحاظ هنجاری ارزشی و به اصطلاح دیگه الزاماً اون فرهنگ پدرسالاری سابق دیگه امروز براشون موضوعیت نداره. بنابراین سطح توقعشون از خواستهاشون بالا میره و مردان در برابر این تغییر منابع قدرتی که به خصوص زنان باهاش روبرو هستن چگونه برخورد میکنن؟
بسیاری از مردان نمیپذیرن این موقعیت نوین زنان رو و اصرار میکنن بر این که تو فرهنگ اصیل ایرانی تو از دست دادی، تو زیادی غربی شدی و در واقع سعی میکنن مهار کنن زنان رو، سکسوالیتشون رو، رفتارهایشون رو. و اصرار مردان بر تداوم رفتارهای پیشین، ساختارهای پیشین خانواده باعث میشه که این زنان که منابع قدرتشون افزایش پیدا میکنه طبیعتاً جدا میشن. اگر خیلی کلیشه‌ای بخوام بگم، در خیلی از خانواده‌های مهاجر مردان رو به گذشته، زنان رو به حال و فرزندان رو به آینده دارن و این یک صحنه از این نبرد قدرت شدت یافته. یک بیان دیگه از این که شما پیشتر به من گفتید این است که وقتی در خارج زنها جدا میشن، زمانی که خودشون رو پیدا کردن، وقتی مردها جدا میشن در خارج از ایران، زمانی که دیگری رو پیدا کردن. این درسته؟ چنین چیزی میشه گفت؟ ببینید، این یه نظریه فمینیستی فقط در مورد ایرانی هم نیست اصلا، برای اینکه توضیح بده. شما فکر میکنید درسته عمل میکنه؟ بله، 100%. در واقع منظور من اینه که اینطوری هم نیست که زنان هر وقت خودشون قدرت پیدا کردن حتما جدا میشن. به واکنش مردان بستگی داره. اگر مردان بتونن خودشون رو تطبیق بدن، یه زندگی نسبتا برابر و یه خانواده نسبتا پایدار هست. واسه همین من سه الگو تو خانواده‌های ایرانی پیدا کردم. الگو صحبت الان بخش دوم اون صحبت که مردا وقتی دیگری رو پیدا میکنن جدا میشن، این تا چند واقعا میشه تسری داد این حکم؟ نخه، این که منظور اینه که شاید یه نوع طنز توی این نهفته است یا یک نوع تعمیم قلوف یافته، برای اینکه یک نکته رو بگن. مردان معمولا از زندگی خانوادگیشون راضی ترند، کمتر زیر سوال میبرن. این زنانن که بیشتر. بنابراین اگر مردانی پیش قدم جدایی بشند، معمولا که... یا یه زن جوانتر یا یه زن زیباتر یا یک با موقعیت اجتماعی بالاتر به دست میارن. این در واقع در محیط مهاجرت این براشون مقدوره. من این تز فقط در مورد مهاجرین نیست، در مورد خود سوئدیا یا خیلی عمومی‌تر این تز فمینیستی که بهش اشاره کردم. بله. راجع به جزئیات دیگه از جمله اون سوالی که خواستید توضیح بدید صحبت خواهیم کرد. خانم کنعانی، تجربه شما در مناسباتتون، در گفتگوهاتون، معاشرتتون به دلیل کاری که دارید در آلمان با خانواده‌های ایرانی مهاجر به آلمان چی میگه؟ چنین چیزی میشه گفت؟ یعنی آیا چنین الگویی وجود داره که زنها که در ایران در مناسبات قدرت به گفته آقای درویش‌پور دست پایین‌تر رو دارن، وقتی میان خارج فرصت پیدا میکنن که منابع قدرت خودشون رو افزایش بدن و این میتونه زمینه جدایی فراهم بیاره، امکان جدایی رو بیشتر میکنه؟ از لحاظ آکادمیک من فکر میکنم اگر ما بخوایم یک قشری مثل مهاجرین رو با کسانی که در واقع ساکن یک جامعه هستند برابر در نظر بگیریم و این رو به اصطلاح جنرالیزیشن کنیم یا کلیگویی کنیم، چندان صحیح نیست. اولا همونطور که شما جناب درویش‌پور فرمودین، مهاجرت نوعی بحرانه برای فرد مهاجر، حالا به هر نوعی که این مهاجرت صورت بگیره، به علت همون شوک فرهنگی که بهش اشاره کردید این اتفاق میفته که فرد فارغ از جنسیتش تقریبا بحران زده رفتار میکنه. اما یک چیز جالب که من باهاش مواجه شدم مدام این بود که همیشه اینطور نبوده که چون زنها قدرت میگیرند مردها میل به جدایی داشته باشن. چیز جالبی که برای من مدام تکرار میشه اینه که حتی اگر زن همون زن سابق بمونه و نخواد اصلا پیشرفت خاصی بکنه، که مثال ما زیاد داشتیم بسته به طبقه ای که البته زن ازش میاد، بارها اتفاق افتاده این عقب گرد مرد از نظر بحران شخصیتی، چون مردها خیلی مایل نیستن گاهی صحبت کنند، مشاوره بگیرن، اون اصطلاح غرور مردانه رو حفظ میکنن، به خصوص با توجه به پرینسیپ سنتی که در ذهن مردهای ایرانی، حالا مردهای خاورمیانه ای هست، این خودشون رو کمی به عقب و یا به پایین تر سوق میده. یعنی در نهایت حتی زن با حفظ جایگاه قبلیش، حتی اگر بخواد همون نقشی رو که در ایران داشته حفظ کنه، باز هم مردها چندان مایل نیستن. و اینجاست که چرا مردها مایل نیستن به اون؟ البته ما در مورد روند کلی میگیم دیگه، هر خانواده و هر مردی نیست، مردها عموما مایل نیستن
به اون شکل سابق این کانون خونواده رو حفظ کنن، حتی اگر زنها نخوان منابع قدرت خودشون رو افزایش بدن؟ دلیلش چیه؟ من نمیتونم بگم مردا نمیخوان کانون خونواده رو حفظ کنن. من میتونم بگم بعضی از مردها بحران زده میشن و نمیدونن باید چی کار کنن. فرقی نمیکنه فرزندی داشته باشن یا نه. چیزی که من میبینم اینه که فردی جلوی من مینشینه و کاملا فارغ از هر راه حلی برای آینده است. این نگاه به عقب شاید تعبیر درستی باشه و مدام از این که من چی بودم صحبت میکنه. من کسی بودم، من شرکت داشتم، من کارمند فلان جا بودم، من میتونستم این کار بکنم و الان این امکان از من اخذ شده. این در مورد همه مرداست. برای اینکه من میخوام یه متنی براتون بخونم از یک مترجم دادگستری در فکر میکنم سوئد، چون ننوشته کجا ولی به نظر میاد چنین باشه. برای اینکه اون مقاله‌ای که این زیرش به عنوان نقطه نظر خواننده نوشته شده راجع به سوئد بود. این شخص میگه بنده به عنوان یک مترجم رسمی دادگستری شاهد تعداد زیادی از این جدایی ها بودم. درصد طلاق ها در اروپا به نظر این جانب بین کسانی یا فامیل هایی که به عنوان پناهنده به کشورهای اروپایی آمدند به مراتب زیادتر است از کسانی که سالها در اروپا زندگی کردند. دلیل طلاق بین پناهندگان در وهله اول بیکاری مرد است. زن به خاطر بچه‌ها و حمایت‌های اجتماعی که به او در این کشورها می‌شود، می‌سازد و زندگی می‌کند، ولی مرد که در ایران کار می‌کرده و تمام روز در خارج از منزل بوده، یک مرتبه خانه‌نشین می‌شود و اون مرد سالاری که در ایران چه در مقابل همسرش و چه در مقابل فرزندانش داشته از بین می‌رود و حتی می‌بیند که قانون به زن حق بیشتری برای حمایت از بچه داده. خانم ها هم که با این کمک های اجتماعی و سوسیال، فکر میکنم منظور ایشون کمک مالی دولت به زنانی که سرپرست بچه هستن، بچه دارن، تقریبا غمی ندارند. باز هم البته نظر این مترجم دادگستریه، به نظر ایشون چنینه. حتما اینجا میفهمیم که ایشون یه مرده. مانعی هم برای ازدواج مجدد وجود ندارد و اروپایی‌ها هم بسیار به ازدواج با خانم‌های شرقی تمایل نشون می‌دادند. دیگه دقیقاً می‌دونیم یک مرده که مترجم دادگستری و اینجا می‌نویسه. ولی نظرش جالبه. ایشون میگه که بیشتر پناهجوها هستند که در اون رده‌ای که شما میگید می‌گنجن. یعنی مرد بیکاره، تو خونه است، فکر می‌کنه فارغ از اینکه زن چه منابع قدرت جدیدی داره یا نداره، موقعیتش متزلزل شده. ولی همه که پناهجو نیستن تو ماجرا. دقیقاً درسته. همونطور که عرض کردم این خیلی مهمه که ما نیایم کلیگویی کنیم. من هم فکر می‌کنم بهتره واسه اینو محدود کنیم، یعنی این رده بندی رو به پناهجویی، به چند دلیل مختلف. پناهجوها بسیار قشر آسیب پذیرین. ما خیلی وقتا داریم این موج جدید پناهجویی رو حداقل از ایران که شاید 100% پناهجوی سیاسی نیست و بخش عظیمیشون اقتصادی و اجتماعی هستند. این یک نشانه برای منه که خیلی از اینها یک باغ سبزی رو تصور کردن که واقعیت نداشته. یک دلیلش فرهنگ تعارفه که من پناهجو در اینجا شاید واقعیت‌ها رو به ایران نگفتم و نفر بعدی که ترغیب شده. و در چنین شرایطی مرده که بیشتر آسیب پذیره. اصلا مرده که آسیب می‌بینه. چون میتونم بگم برای هر دو برابر، یعنی من زن‌هایی دارم که فروشکسته در کنار من می‌شینن و به من میگن که ما چی فکر می‌کردیم و حالا چی شد. اما خانم‌هایی هم هستن که کنار من نشستن و گفتن آه پس اینطور هم میشه زندگی کرد. اما مردها بیشتر. اما آقایون غالبا سرخوردند، غالبا منتقد سیستم غربی هستند، غالبا از جامعه مینالند و معتقدند که در این جامعه جایی ندارند. زبان یاد بگیریم که چی بشه. در میان پناهجویان. در میان پناهجویان. اما تحصیل کرده ها این مشکل رو کمتر دارن. من کمتر دیدم توشون. خب این یک تقسیم بندی مهمه که راجبش صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه. آقای وهابی، من میدونم شما در مورد مهاجرت کار کردید، مفصل نوشتید. به من بگید برداشت شما چیه؟ اگر شما فکر میکنید مناسبات قدرت نیست که میتونه توضیحگر باشه و نافذ باشه در بحث جدایی میان زوجهای ایرانی در مهاجرت، چه مبنای تئوریک دیگه ای دارید براش؟ سلام به شما و بینندگان برنامه پرگار. قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدیم، بایستی بریم به چهار موج مهاجرتی که ما از ابتدای انقلاب بهمن 57 ما داشتیم بهش بپردازیم، تا اینکه مقولات طلاق رو در کدوم موج ها مطالعه بکنیم بهتر میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم. از ابتدای بهمن ما چهار موج مهاجرتی داشتیم. موج اول حدود 6 ماه قبل از انقلاب شروع شده که با تمایل سلطنت بود. بعد این
ادامه پیدا میکنه. بعد از بهار انقلاب، منظورم بعد از برکناری آقای بنی‌صدر و اولین سرکوب سیاسی تاریخ معاصر ایران، بزرگترین موج مهاجرت تشکیل میشه که اکثرا کنشگران سیاسی و اجتماعی بودن که در انقلاب شرکت میکنن، با اون جمله معروف انقلاب فرزندان خودشون میبره. بله، بله. اینها موج دوم در واقع ما 1367 هست. دو فاکتور تأثیر میکنه، یکی پایان جنگ ایران عراق، مرگ آیت الله خمینی و به ویژه عمومی شدن پاسپورت، یعنی هر انسان میتونه راحت بره پاسپورت بگیره. این موج اساسا اجتماعی بازتابی هست. گفتید هر انسان، فارغ از اونهایی که از حقوق اجتماعی محروم شدن در ایران در نتیجه تلاطم‌های سیاسی، اونها نمیتونستن، اونها از گرفتن پاسپورت محروم بودن. یعنی دیگه پاسپورت میشه عمومی، دموکراتیزه شدن پاسپورت. بله. اگر بگیم داخل گیرمه به این شکل، این موج هستش که اساسا اجتماعیه و اولین بار در تاریخ معاصر ایران ما از مهاجرت به دیاسپورا میریم، یعنی حدود 1,000,000 to 1,200,000 نفر در 1370 دست پاچ زدن. این موج دوم. موج سوم برمیگرده به 1376، بعد از روی کار اومدن آقای خاتمی. گفتمان جدیدی بعد از 20 سال ارائه میده که اسلام میتونه هماهنگ باشه با مدرنیته و اسلام میتونه هماهنگ باشه با آزادی. ولی چه تأثیری رو مهاجرت میگذاره؟ چون از این نظر میگم، اجازه بدید من این موج تموم کنم میام بپرسش. این در نتیجه موج سوم ایجاد میشه که در بعد از شروش دانشجویان دانشگاه متجسم نارامیای دانشگاه تهران موج سوم است. و بالاخره موج چهارم برمیگرده از 1388، دهه 90، در واقع بعد از جنبش سبز و سرکوب این جنبش سبز شد. در این نگاه ما سه مدل از خانواده رو میبینیم تا اونجایی که به جامعه شناسی مهاجرت برمیگرده. مدل اول، خانواده گسترده سنتی یا خونی بر مبنای تولید کشاورزی، یعنی خانواده اساساً حق زن وظیفه‌اش در نگهداری بچه و تولید مثل و کارهای خونه است. به این نگاه سه عامل ضربه جدی زد. منظورم رفرم ارضی ساده 41 بود. آقای وهابی وقت ندارید برای اینکه شما هر کدوم از این مقولات رو سه بخشمندی درش میکنید. شما خانواده دوم، نوع دوم، خانواده مستقل محدود یا هسته‌ای، و بالاخره نوع سوم، اصطلاحاً به بیان جامعه شناسی میتونیم بگیم خانواده سالم یا برابر یافته. این موج‌های مهاجرتی که شما نام بردید، ربطش به بحث جدایی زنان و مردان در محیط مهاجرت چیه؟ یعنی چه نتیجه‌ای میشه ازش گرفت؟ یعنی ما سه نوع تحول می‌بینیم. با این نظر نگاه نیستم، یعنی مناسبات قدرت تماماً نمی‌تونه توضیح کننده باشه، بلکه عوامل دیگری. من در تحقیقاتم از جمله نوع خانواده، از نوع خانواده، موج مهاجرت، از این سه نوع خانواده رو که گفتم، و این تاثیر میذاره چیزی که ما تحت عنوان به اصطلاح شاخص‌های توسعه رشد انسانی در جامعه جدید میگیم. چه زن چه مرد، هر دوی اینها در معرض تحول جدید هستن و نمیتونیم با یک نگاه کلی به این پرسش پاسخ بدیم. بله. بلکه در لایه‌های کوچک این سه نوع مدل رو آقای درویش‌پور، میشه هر دو مهمان و نقدشون رو به این شکل در واقع خلاصه کرد که نه فقط مناسبات قدرت و نگاه جنسیتی، بلکه بحران هویتی، شوک فرهنگی، نوع خانواده‌ای که این مهاجران یا پناهنده‌ها ازش اومدن، اینها مؤثر و اینها ضرورتاً در مقوله جنسیتی و نگاه فمینیستی نمی‌گنجه برای جدایی زن و مرد. بله. من اگر از همین سوالی که شما مطرح کردید یه نکته که عنوان کردید شروع کنم، من فقط نظریه فمینیستی در بررسی جدایی ها و خانواده ندارم. نظریه من اینترسکشنالیتی یا میانبرشی است. روابط قدرت فقط روابط جنسیتی نیست، این موقعیت طبقاتی هست. اشاره که شما کردید در مورد اینکه پناهجویان مثلا ممکنه بیشتر با خطر ریسک جدایی روبرو بشن کاملا واقعی است، به دلیل اینکه تمام تحقیقات نشون میده جدایی ها در گروه های اجتماعی که موقعیت اقتصادی آسیب پذیرتری دارن بیشتره. ولی همونجا مثلا تحقیقات نشون میده تأثیر این در مورد زنان و مردان متفاوته. زن مردانی که موقعیت قدرت اقتصادی پایین تری دارن، ریسک جدایی در این گروه در میانشون بیشتره، در حالی که در مورد زنان الزاما اینجوری نیست. هم زنانی که موقعیت اقتصادی کمی دارن، هم زنانی که موقعیت اقتصادی بالاتری دارن، با ریسک جدایی بیشتری برخوردارن.
به چه دلیل؟ به دلیلی که اگر زنان موقعیت اقتصادیشون ضعیف باشه ولی همسرشون هم موقعیت اقتصادی ضعیفی داشته باشن، در هنگام جدایی چیزی از دست نمیدن. زنانی هم که قدرت دارن در هنگام جدایی چیزی چندانی از دست نمیدن. بله، و بنابراین به این ترتیب میبینیم فقط عنصر موقعیت طبقاتی یا اقتصادی توضیح دهنده جدایی نیست، فقط جنسیت، سن خودش خیلی مهمه. یه تقسیم بندی که خانم کنعانی کردن، پناهجویان و غیر پناهجویان بود. آیا این عامل مهمیه در سرنوشت خانواده در مهاجرت؟ ببینید، پناهنده بودن یا نبودن به خودی خود تعیین کننده نیست. موقعی پیشینه طبقاتی و موقعیت امروزشون هستش. به همین خاطر که با میزانی که افراد بیشتر در جامعه جا میفتن، اینها شانس این رو پیدا میکنن با تضادهاشون به گونه‌ای شاید سازنده تر برخورد بکنن و الزاماً به جدایی منجر نشه. بنابراین خواستم بگم حتی فراتر از مسئله موقعیت طبقاتی یا تحصیلی یا جنسیتی، سن یه عامل مهمه. افراد جوانی که با هم زندگی میکنن هنوز نرسیدن خودشون رو پیدا بکنن، به سرعت میتونن از هم جدا بشن. بنابراین اگر ما نگاه بکنیم که جنسیت، موقعیت طبقاتی، موقعیت حتی اتنیکی یا قومی، غیر از موقعیت طبقاتی، موقعیت نابرابری جنسی قدرت، حتی موقعیت این که تبدیل شدید به یک اتنیک ماینوریتی یا اقلیت قومی در این جامعه، شما رو میتونه با تبعیض نژادی روبرو بکنه. به طوری که مثلا خیلی از زنان، تمام تجربه من نشون داده، زنان نگاهشون به مهاجرت مثبت‌تر از مردانه، برای اینکه بیشتر سود به غرب، بیشتر سود میبرن، مردان خیلی از قدرتشون دست دادن. اجازه بدید روش درن کنیم. آیا چنینه؟ زنها نگاهشون به مهاجرت مثبت‌تره به دلیل اینکه بیشتر به دست میارن در مهاجرت در ارتباط با زندگی زناشویی؟ میشه گفت؟ من حداقل تو تحقیقات من اینطوری ندیدم. یعنی ما هم در مورد مرد میدیم هم در مورد زن. یعنی حداقل در این 130 نفری رو که در فرانسه و بلژیک و آلمان مطالعه کردم اینو ندیدم. یعنی در هر دوش ما میبینیم چیزی که ما داریم در جامعه شناسی تحت عنوان صعود و نزول موقعیت اجتماعی. یعنی اینکه انسانی که در اجتماع در ایران در موقعیت اجتماعی پایین بود ولی در جامعه جدید در موقعیت اجتماعی بالاتر قرار گرفت. این چه در مورد مرد چه در مورد زن هر دو صادقه. اما من در واقع از این فرضیه دفاع میکنم تحت عنوان اجتماعی شدن چهارم، یعنی که یک انسان سه بار به طور کلاسیک در جامعه شناسی در واقع اجتماعی میشه. بار اول خانواده است، بار دوم وقتی که میره مدرسه، بار سوم شغلی رو که انتخاب میکنه. ایرانیان که دست به مهاجرت میزنن یک اجتماعی شدن چهارم هم در انتظارش هست. من با این نظر موافق نیستم که قومیه این نگاه. چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از ایرانیانی که دست به مهاجرت میزنن از اخشار شهرنشینی جامعه ایرانن، با تحصیلات بالیه، با نگاه آداپتاسیون و انطباق در جامعه اروپایی. آقای درویشور گفتن منظورشون از قومی اینه که خود گروه‌های مهاجر به عنوان اقلیت شناخته میشن در جامعه میزبان. نه. همین اقلیت آره. بودن خودش آره. از نظرشون مایه تبعیض. نه. بعد از یک پروسه تقریبا دوران 5 تا 10 ساله ما کاملا میبینیم که این نگاه کاملا تغییر میکنه و اون بحثی که در مورد سود و نزول موقعیت اجتماعی کردم، مثلا فرض کن یه دندانپزشک میاد توی جامعه اروپایی خیلی سریع میره بالا. یه دونه مثلا فرض کن تکنسین برمیگرده به شغلشون بهتر. تکنسین برق مثلا خیلی خیلی سریع ظرف 2 سال سود میکنه، اما یه دونه معلم ادبیات سریع نازل میکنه، چون که سرمایه هایی که در جامعه مادر به دردش نمیخوره، این سرمایه ها قابل تبدیل به جامعه جدید نیست. یه توضیح بدم در مورد این بحث که وقتی گفتم موقعیت زن نظرشون مثبت تره، با فرض موقعیت تحصیلی، سنی و غیره مساوی. مساوی یعنی با مردان. بله. بله. یعنی اگر فرض کنیم که زنان و مردان موقعیت طبقاتی، سنی و دیگر چیزها یکسان باشه، در این صورت معمولاً زنان نظر مثبت‌تر دارن، به همون دلیلی که شما اشاره کردید، چون از امتیازات بهتری در این جامعه برخوردارن. نگاه این جامعه به مردان منفی‌تره تا مردان مهاجر، تا به اصطلاح زنان مهاجر. و علاوه بر اون زنان به دلیل اینکه در خود مثلا جامعه ایران و نظر اون اولردی به نقد به اصطلاح آن دیگری بودن، نرم جامعه هنجار مردانه بودن، زنان از قدرت مکانیزم دفاعی بهتری برای مقابله با تبعیض‌های ببخشید نژادی برخوردارن، در حالی که مردان برای نخستین بار
آن دیگری شدن رو تجربه میکنن. در جامعه مثلا ایران نرم بودن، ولی در این جامعه چنینه. در جوامع میزبان توسعه یافته از جمله آلمان، نگاه عمومی جامعه نسبت به مردان مهاجر منفی تر از نگاه عمومی جامعه به زنان مهاجر، چنین چیزی میشه گفت؟ تجربه من از جامعه آلمان این رو زمانی تقریبا تایید میکنه که مردان مهاجر تنها داشته باشین. برای مردان مهاجر متأهل نه، خیلی من این رو صادق نمیدونم. ضمن این که خب ما الان داریم راجع به کانتکس اروپا صحبت میکنیم، اتفاقی که داره در مثلا کشورهای آمریکای شمالی، در کانادا برای مثال میفته، کامل متفاوت با تجربه ما هست از مفهوم همین ادغام فرهنگی یا اینتگراسیون. در اونجا کاملا من با نظرهای وهابی موافقم. بعد از 2 تا 5 سال شما میتونید ببینید که فرد کامل خودشو در جامعه حل شده میبینه و بدون مشکل زندگی میکنه. اما در جامعه مثل جامعه آلمان که حالا جامعه مثال مورد کار تقریبا غیر ممکنه. 5 سال زمانی نیست اصلا شما زبان هم بلد باشید، فردی باشید که با آگاهی، یعنی به اجبار پناهجویی نیست، مهاجرید، انتخاب کردید در این کشور باشید، مطالعه کردید، انتخاب کردید و رفتید اونجا. مهارت هم قطعا دارید. باز هم به راحتی همه شما خودتون رو مدام از این جامعه جدا می‌بینید. ترکیب جامعه غربی هم کاملا متفاوته. کاملا انتظار جامعه اینتگراسیون یا ادغام نیست، اذبحلاله. یعنی از شما انتظار داره که شما به قولی سر تا پا شبیه اونها بشید، که خب تقریبا یک چیز عجیب و محال برای ما ایرانی ها. این شرایط رو برای مرد بیشتر دشوار میکنه یا برای زن؟ بستگی داره. ببینید ما ایرانی ها خیلی مشتاقن که توضیح بدن که فرهنگشون با مسلمان بودنشون در متفاوته. و ما برخلاف عرب ها که اسلام بخشی از فرهنگشونه و اصلا جشن هاشون و تمام مناسکشون بر مبنای دینشونه، در ایران ما این رو نداریم. ما بارها دیدیم هموطنانمون مدام در جاهای مختلف تاکید میکنه ببینید ما مسلمان نیستیم یا اونجوری مسلمان نیستیم، این رو توضیح میدن. اگر این اسلام بیاد و تبدیل به یک نشانه فرهنگی مثل حجاب بشه، اون وقت زنها در تبعید در تبعید هم یا در چیز لخریز قرار میگیرن و اینجا سخت‌تر خواهد شد برای شما. چه در مورد ایرانی ها اینو ما کمتر میبینیم؟ آقای درویش، شما در این زمینه فقط مطالعه کردید، مقایسه کردید خانواده های ایرانی مهاجر رو با خانواده های ترک مهاجر، به چه نتیجه ای رسیدید؟ ببینید جامعه ایرانی به اصطلاح زنان، یه مقایسه بین زنان ایرانی و زنان ترک. زنان ترک 6% تحصیلات عالیه دارن در سوئد، ترک تبار منظورم اینه، مهاجرین ترک تبار. در میان ایرانی ها چیزی نزدیک 31% تقریبا برابر خود زنان سوئدی. 80% زنان ایرانی تبار در سوئد در یه تحقیق خودشون رو سکولار تلقی کردن، غیر مذهبی خواندن. این در مورد زنان ترک 10% بوده و بنابراین هم به لحاظ طرز تلقی ها هم به دلیل میزان تحصیل کاملا متفاوته. و این چه تأثیری اون وقت روی خواستشون بر جدایی در خانواده داره؟ خانواده اتفاقا تو اون نشانه های آماری که نشون دادم دیدم شیلیایی‌ها 5 بار بیشتر از سوئدی‌ها جدا میشن، ایرانی‌ها 4 برابر بیشتر جدا میشن، ولی ترک‌ها جزء کوری‌هایی که از همه کمتر جدا میشن. منظور من اینه که سطح توقع زنان سنتی در نتیجه در جامعه جدید توقعشون پایین تره و موقعیت مثلا تحصیلی و یا اقتصادیشون هم پایین تره، به همین خاطر کمتر به چالش ساختار پدر سالار میپردن. آقای بابی، خود همین مثال نشون نمیده که زنان ایرانی که 80%شون گفتن سکولار هستن، خیلی تحصیل کرده هستن، در قیاس با زنان ترک که کمتر درصد کمتری تحصیل کرده هستن، از خانواده‌های سنتی تری هستن، توقعشون از خودشون بیشتره؟ این زنان ایرانی درست میخوان منابع قدرت خودشون رو افزایش بدن و این انتخابشون رو بیشتر میکنه. این نشون نمیده که درست عوامل دیگه هست، ولی این منابع قدرت وصل میشه به بحث جنسیتی، یعنی به عنوان یک زن میخوان زندگی بهتری داشته باشن و اگر مرد مانع جدا میشن. زنانی که دست به مهاجرت میزنن حداقل 75% تحصیلات عالیه دارن، چیزی که من در بلژیک، در فرانسه و آلمان مشاهده کردم. اما این بالا بودن سطح آموزش برمیگرده به اینکه چگونه میتونن در جامعه جدید به جایگاه اجتماعی جدید برسن. تقریبا تحقیقات هم نشون میده حدود 30% میتونن به یک موقعیت اجتماعی برتر میرسن، که این موقعیت اجتماعی برتر الزاماً به معنی جدایی نیست.
الزاماً به معنی جدایی نیست. منظورم اینه که با تئوری قدرت ما نمیتونیم توضیح بدیم، بلکه میتونیم با سود و نزول موقعیت اجتماعی و سود بهبود یافتن یا به اصطلاح از دست دادن، یعنی منابع قدرت جدیدی به دست آوردن یا ولی نه به مفهوم به اصطلاح تقابل مرد و زن. تمام حرفم اینه که تقابل مرد و زن نیست، حتی ممکنه در موقعیتی بیشتر باشه ولی در خانواده سالم به دلیل اینکه رشد و آگاهی انسانی و اجتماعی هستن و جوهر رابطه عشق و محبت ترجیح میدن ادامه بده. منظور شما اینه که افزایش منابع قدرت زن ضرورتاً او رو به سوی جدایی نمیکشونه، در این چارچوب مناسبات قدرت نمیشه تلاش کرد. مشاهدات شما چی میگه؟ اون زنهایی که تونستن سرمایه اجتماعی خودشون رو افزون کنن از طریق آموزش سریعتر زبان، از طریق تحصیل، از طریق یافتن کار، آیا اینها عموماً به سمت جدایی میرن یا نه ضرورتاً به گفته آقای وهابی به دلیل عشق و محبت در خانواده این رو به خدمت پیشبرد اهداف خانواده میارن؟ تقریبا میتونم بگم تایید میشه این، حالا این تجربه چند ساله تایید میکنه. مسئله مهم دیگه، حالا یه فاکتور عشق و محبت، یک فاکتور هم در اکثر جوامع اروپایی حداقل در واقع تاکید بر حفظ بنیان خانواده هست. یعنی شما میبینید تسهیلات مالی یا سوسیالی به اصطلاح داده میشه برای کسایی که خانواده، مثلا یکیش پرداخت مالیات کمتره، یکیش خانه داشتن، مثلا کمک هزینه هایی داده میشه، گرفتن وام و مسائلی مانند این. ضمن اینکه خیلی بستگی داره به بکگراندی که یا همون پیش زمینه اینکه این خانواده از کجا میان، با چه ایده هایی میان، و همینطور که شما گفتید اگر مقداری نگرش برابری خواهانه از ابتدا در این زوج وجود داشته، دیگه فارغ از اینکه اینها کجا زندگی میکنن تقریبا با همون منوال پیش میرن، کما که ما در ایران هم داریم. افزایش سرمایه اجتماعی زن در خدمت افزایش سرمایه اجتماعی خانواده خواهد بود. قطعا حمایت میشه، یعنی بسیار فراوان کیس هایی میبینیم که مردها خودشون به سرام پروموت میکنن. شما میگید که عوامل مختلف به سمت حفظ خانواده سوق میده زنان رو، از جمله کمک دولت به خانواده ها. این همیشه کمک دولت به خانواده به مفهوم مرسومی که ما میشناسیم نیست. همین مترجم رسمی دادگستری که من ازش نقل قولی خوندم در ادامه صحبتاش مینویسه که بسیاری از زنها جدا میشن برای اینکه وقتی جدا میشن کمک مالی خوبی میگیرن برای بزرگ کردن بچه ها و این انگیزه به اینها میده، برای اینکه میگن که من که دارم این بچه ها رو بزرگ میکنم، دولت هم کمک به من میکنه و مهر و محبتی هم به شوهر ندارن، بنابراین انگیزه ای نمیمونه. بنابراین کمک مالی دولت از نظر خیلی ها یک در واقع مشوقیه به زن برای اینکه جدا بشه از مرد. اما فکر نمیکنم هدف دولت این باشه. هدف دولت من این نیست. یعنی ولی... یک سری کسایی که این دو پیشرت باید در کنار هم قرار بگیرن. کسانی که نگرش برابری خواهانه دارن میتونن از این فرصت استفاده کنن، اما کسی که نداره یا مثل حالا میتونم بگم یک اکثریتی از زنهای ایرانی این قدرت ازشون گرفته شده یا شهروند درجه دو یا به تعبیر شما آن دیگری محسوب شدن، خب حالا براشون قضیه فرق میکنه. اما وقتی مرد نگاه برابر به همسرش داشته باشه، حالا میتونه از این فرصت استفاده کنه که اصلا پیشفرض بر اینه. ببین، اولا اینکه کشور به کشور سیاست خانوادگی فرق میکنه. آلمان در مقایسه با سوئد بسیار کنسرواتیو سیاست خانوادگیش، سوئد سیاست الگو خانواده واحد جامعه به شمار نمیره، فرد هست، بنابراین حتی نوعی مالیات پرداختن بر مبنای اون فردیت استواره. و تو خود سوئد 17 نوع خانواده داریم. خانواده همجنسگرا، ما حالا اینجا بیشتر بحثمون خانواده به اصطلاح دیگر جنس خواه هستش، وگرنه 17 نوع خانواده داریم. شما اینکه یک فرد هستید با یک بچه خودش یه خانواده است. بله، اون خیلی موضوع مهمه. بحث برنامه راجع به اینه. متوجهم. خواستم بگم که بنابراین ایدئالیزه کردن یک خانواده هسته‌ای به عنوان یک خانواده سالم بسیار مسئله برانگیزه. من توی تحقیقاتم سه نوع الگوی خانوادگی رو دیدم در میان از جمله ایرانیان مهاجر. یکیشو گفتم خانواده های پدر سالار باثبات، خانواده هایی که زن منبع قدرتش پایینه، مرد منابع قدرتش بالاست، بنابراین زن اصلا نمیتونه چالش بکنه.
این خانواده پردوامه. مثل در گذشتم طلاق در این کشورها کم بود، ولی اگه طلاق کم بود به خاطر رضایت الزاماً زن نبود، بلکه منابع قدرتش برای چالش رابطه کمتر بوده، یا در خود ایران هم همینطور. بنابراین خانواده پدرسالار باثبات که ریشه در کم قدرتی زنان داره، دومیش خانواده پدرسالار بی‌ثبات که زن منابع قدرتش افزایش پیدا کرده، مرد هنوز میخواد در بر پارچه گذشته به چرخه. سومی خانواده هایی است که زن منابع قدرتش افزایش پیدا کرده ولی مرد تونسته خودشو با این شرایط نوین تطبیق بده. اینو خانواده های نسبتاً برابر و نسبتاً با ثبات گفتم. سهم این نوع خانواده ها از مجموعه مهاجرینی که در زندگی زناشویی به سر میبرن چقدره؟ کم اینها نزید. گروه شاید نسبت به دو گروه گروه محدودتری هستند. در خانواده هایی که فاصله زن و مرد بیشتر میشه به دلیل اینکه مرد یا به دلیل شغلش و مناسبات اجتماعی که این شغل همراه میاره، مرد میتونه مناسبات جدیدی برقرار بکنه، سرمایه نمادین بیشتری بیابه. در چنین خانواده‌ای سناریوی معمول چی از نظر آینده خانواده؟ من سه مدل دیدم، حدود 40% به خانواده مردسالی، حتی زنم معتقده، میگه من ترجیح میدم که در خانواده باشم، در جامعه مهاجرت میگم، میگه من ترجیح میدم در خانه باشم، اینا مرد کلیه فعالیت های بیرونی انجام بده، بچه ها رو نگه دارن. این یه مدل هست. مدل دوم در واقع خانواده محدود و سالم هست که در اینجا ما تنش داریم، در اینجا درگیری داریم و نهایتاً میره به سمت طلاق. و بالاخره خانواده سالم، در واقع خانواده یکی از بزرگترین واحدهای اجتماعی تاریخ بشره که شاید حدود 20 سال از وقتی که ما از اقتصاد صیادی رفتیم. ولی منظور شما از خانواده سالم چیه؟ برای اینکه آقای درویش پور میگه این فرض رو شما به عنوان در واقع اضافه کردید. خانواده سالم اگر به من اجازه بدین تعریفش اینه، خانواده سالم عبارت هست از یک زوجی که رسیدن به نقطه‌ای که تعریف می‌کنن، عبارت از تأمین سعادت زن و مرد و فضای سالم انسانی برای تربیت کودک. برای تربیت کودک، اجازه بدید من صحبتم تموم شه. برای تربیت کودک و این خانواده سالم تساوی خواه هست و تساوی طلب شده. چه دیگر جنس خواه، چه هم جنس خواه، چه هر دو. اساساً بحث روی جنسیت نیست. بله. یعنی اومدن به نقطه‌ای رسیدن که مطابق در واقع ستون سوم و چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی آزادی‌های فردی و به خصوص حقوق مدنی و سیاسی و همچنین بله. حقوق اجتماعی و اقتصادی بله. خانم هر کنان... دو در این حد رسیدن. متوجه هستم. خانم کنعانی، سناریوی خانواده‌ای که مرد به دلیل شغلش، مهارتش در محیط جدید مناسبات جدیدی برقرار می‌کنه و این سرمایه اجتماعی بیشتری بهش میده و ولی زن بر دلیلی از جمله بزرگ کردن بچه ها نمیتونه و به این معنا فاصله زن و مرد از نظر منابع اقتدار بیشتر هم میشه. در مشاهدات، در کار خودتون با خانواده های مهاجر ایرانی به چنین مواردی برخوردید و اگر برخوردید به چه آینده برای خانواده میانجامه عموماً؟ این رو من تعمیم میدم نه فقط به خانواده های ایرانی، عموماً خانواده های مهاجر، حالا چه شامل پناهجو، چه شامل مهاجران انتخابی، وقتی در این حالت قرار میگیرن، به خصوص بستگی بیدانی که چند سال از زمان مهاجرت گذاشته باشه، من متوجه شدم طلاق نمیگیرند. یعنی زنها احتمالاً به علت یه مقدار شاید عدم امنیت، اینکه حالا من در جامعه جدید با دو تا بچه، با یه بچه، با سه تا بچه باید چی کار کنم؟ یا دافیه اجتماعی طلاق، حتی این هم ممکنه. باز این میگم بستگی به کانسپت ذهنی خانم، ولی مرد ولی مردا میتونن طلاق بگیرن. این درست مردی که فاصله‌اش با زن بیشتر شده و منابع اقتدارش، خب اون وقت ممکنه این تر، یعنی این دیگه فرقی نمیکنه شما اینو در جامعه مبدا در نظر بگیرید، جامعه‌ای که توش هست، اصلا فرد در اروپا باشه یا در ایران، در این امکان فکر میکنم به صورت برابر برای هر دو وجود داره. اما این چیزی که من در مورد زنها دیدم، شاید من براش دلیلی پیدا نکردم، یعنی هر چقدر ما بحث کردیم و راجبش حرف زدیم و مطالعه کردیم، نمیدونم، به نظر من اومد شاید اصلا میخوان اون 40%ی که برای مثال شما فرمودید میخوان در کامفورت زون خودشون بمونن، در اون منطقه راحت. حتی به این پدر سالاری، به این مرد سالاری سنتی تا حدی تن دادن. در چند سال اول حداقل این تایید شده. ولی شما در این مورد نظر واضح دارید.
بیاندازید مردانی؟ بله، ببینید ما سه الگوی خانواده رو گفتم، سه رفتار مرد رو گفتم، اجازه میخوام سه نوع تضاد در خانواده رو بگم. یکی این که اون چیز کلاسیکه گفتم، منابع قدرت زن افزایش پیدا میکنه، اگر منابع قدرت مرد از دست بده زن ها پیش قدم جدا میشن و این اصلیشه. بله. دومیش تضادیست که کاملا وارونه است، همونطور که شما در سوال قبلتون اشاره کردید، یعنی مردان میتونن رشد اجتماعی پیدا کنن، زنها بیشتر در جا میزنن یا باقی میمونن. این مدل دوم بیشتر من در خانواده های ترک تبار دیدم تا شاید خانواده ایرانی تبار، و این باعث میشه که در واقع کسی که ترک میکنه اتفاقا مرد است نه زن، و این فقط هم میتونی مثلا توانخواه باشه زن و مرده اونو ترک بکنه چون احساس کنه. سومی تضاد نسلی، تضاد بین والدین و فرزندانه، این هم یکی از تضادهای خانواده در اون ماجرا که والدین، فرزندان گاهی والدین والدین خودشون میشن، یعنی پدر و مادر قدرت خودشون از دست دادن به عنوان والدین، فرزندان در این جامعه حقوق جدیدی رو دارن و چون آشنایی بیشتری دارن در جذب فرهنگی والدین به خانواده کمک میکنن، میگن والدین والدین خودشون شدن. وقتی این تضاد شدت پیدا میکنه که تضاد جنسیتی و تضاد نسلی در هم بیامیزه بین پدران و دختران که بهش گاه میشه، ولی ما راجع به جدایی میان خانواده های ایرانی مهاجر صحبت میکنیم، مقایسش نکردیم با میزان جدایی خانواده ها در داخل ایران. درست. آمار طلاق در ایران هم خیلی زیاده. آیا طلاق بیش از طلاق میان خانواده های سوئدی تبار در میان ایرانی ها خودش ناشی از همون پشتوانه مربوط به ایران نیست؟ یعنی عموما در میان ایرانی ها طلاق زیاده به نسبت ترک ها؟ ببینید در زمانی که من این تحقیق رو کردم میزان طلاق اینقدر در جامعه ایرانی در داخل ایران اینقدر بالا نبود و بررسی کردم که چقدر خود این مهاجرت افزایش شده. اما این یه واقعیته، بحث تغییر منابع قدرت، این نبرد قدرت در خانواده یه امر فقط به خانواده مهاجر نیست، یه گرایش عمومی است و امروز در ایران با توجه به اینکه زنان تحصیل کرده ترن با ارزش‌های فرهنگی آخرین آمار آخرین آمار که از منابع دولتی در اومده حاکی از اینه که 29% ازدواج ها به طلاق می انجامد. دقیقاً. که این آره، یعنی این رو در کشورهای اروپایی هم بگی خیلی تعجب خواهند کرد. این به ما چی میگه؟ آره، اولا آمار من تصدیق بکنم، آمار 1391 حدود دقیقاً 91، این خیلی جدیدتره. بله بله، 1391 ما 77 میلیون جمعیت داشتیم، حدود 150 هزار تا طلاق در ایران میگم. در 1392 حدود 158 هزار تا طلاق داشتیم. من و اروپا رو ببینیم، در فرانسه 66 میلیون، ما تقریبا 130 هزار تا طلاق داشتیم، 133 هزار تا طلاق داشتیم. در آلمان 82 میلیون، ما حدود 190 هزار تا طلاق داشتیم. در انگلستان 60 میلیون، در کشوری که داشتیم 144 هزار تا. یعنی این آمار نشون میده مقوله خانواده در حال بزرگترین تغییرات جامعه شناسی و ایران هم در این زمینه حداقل به کارمان پیوسته. ایران هم پیوسته. چرا؟ حتی رشد زاد ولد در ایران اومده پایین. بله. چیزی که حاکمیت داره توصیه میکنه برای اینکه بچه دار بشن. یعنی ازدواج بالاتر رفته. من منظورم اینه که ما به دلیل سه انقلاب تکنولوژی از دهه 1970، منظورم انقلاب در تو این برنامه مدام به عدد سه اشاره میشه، در هر چیزی یه سه باید بیاد. خیلی کوتاهش کنین لطفا. انقلاب در ارتباطات، منظورم همه شبکه‌هایی که داریم، انقلاب در جابجایی، انسان‌ها راحت میتونن باشن. بله. و همچنین انقلاب در جهانی شدن مرزها. متوجه‌ام. یعنی سه نهایی رو رسیدیم. نه، قبل از اینکه شما بگید بیشتر آقایون مهمان در این برنامه از سه استفاده کردن، شما کمتر استفاده کردین. بله، من استفاده کردم. اجازه بدید. چهار موج مهاجرت استفاده کردم. بله بله. من یک نکته دیگر رو هم در این برنامه باید ناگفته نگذارم، و اونم این که ما وقتی راجع به خانواده ایرانی صحبت میکنیم، خانواده ایرانی مهاجر، واقعا این خود همین چقدر تعمیم درش هست، برای اینکه خانواده ایرانی خیلی متفاوتن دیگه. این تعمیم رو من در مقاله شما هم دیدم راجع به این قضیه، گفتید خانواده های آسیایی اسلامی جهان سومی. واقعا وقتی شما با خانواده های ایرانی
مواجه میشید باشون صحبت میکنید، اصلا احساس میکنید که به دلیل این پشتوانه، یعنی به دلیل اینکه از ایران اومدن، اینا رو میشه در یک گروه گذاشت یا نه ابدا. اینقدر تنوع درشون هست که دیگه نمیشه گفت خانواده‌ایه؟ منم همین است. من فکر میکنم نه، کلا اصلا تعریف من، یعنی این تعریف رو من زیر سوال میبرم، اصلا جهان سومی اینجا یعنی هره. چی؟ اصلا این جهان سومی، جهان اول چیه که حالا جهان سوم؟ آیا منظور ما درویشپور جواب میده؟ آیا منظور ما در حال توسعه است به همون مفهومی که جدید پیشرفته صنعتی در مقابل توسعه نیافته؟ موسوم به جهان سوم که از کشورهای جهان سوم اسلامی اومدن. من نه اصلا ترم جهان اسلامی رو قبول دارم، نه جهان یعنی سوم هم... و نه حتی خانواده رو فکر میکنم. این همه بحثای الگوهای گوناگون خانواده رو گفتم، بنابراین تنوع روابط خانوادگی میشه. شما هم معتقد هستید که ما وقتی صحبت میکنیم از خانواده‌های ایرانی اینقدر تنوع در میان اینها هست که به سختی مثلا میشه از طلاق در میان خانواده‌های ایرانی صحبت کرد؟ باید به گفته ایشون دید چه نسلی هستند، به گفته خودتون چه سنی هستند؟ برای اینکه خیلی از نه فقط این، آیا ما داریم بحث من اینه، ببین ما با یه تنوع روبرویم در نه فقط خانواده ایرانی، در هر پدیده دیگری. اگر ما تعمیم کلیشه‌ای بدیم که بحث سطحی میشه، بحث اینه که آیا ما الگوهایی در رفتارهای اینها پیدا میکنیم یا نه. ولی شما این الگو رو، الگوی مناسبات قدرت، این رو پیدا کردید و معتقد هستید این جواب میده؟ توزیع قدرت پاسخگوی. اجازه میدین من بگم علل طلاق در این 8 نفر به دلایل سیاسی طلاق گرفتن، در این 130 زوجی نفر که 35 نفر، 8 نفر به دلایل سیاسی طلاق گرفتن، 5 نفر به دلیل رابطه جنسی فراخانوادگی، منظورم این که 2 زن و 3 مرد، 12 نفر به دلیل سود و نزول موقعیت اجتماعی، وقت نیست اگر باشه واردش میشم اینا، 5 نفر به دلیل نازایی، 3 زن و 2 مرد، چه در مرد چه در مرد به دلیل نازایی، به دلیل نازایی جدا شدن، و 5 نفر خانواده آزاد، یعنی تصمیم گرفتن از هم جدا بشن، فقط پایان هفته همدیگر رو ببینن. ببینید تحول خانواده رو میبینیم، به همین دلیل با نگاه های ساختاری و ماکرو موافق نیستن. بله. بیشتر جامعه شناسی هم جامعه شناسی میکرو و ساختاری نبود. نه به احترام میذارم در خانواده به من از من زیسلاترن، من در جامعه سوئد اساسا مطالعه نکردم، بیشتر اروپای مرکزی بود، منظورم آمریکا، آلمان هست و فرانسه و بلژیک. بیشتر معتقدم که جامعه شناسی میکرو میتونه جواب بده، یعنی جامعه شناسی خرد و زندگی زیسته، یعنی در لایه‌های کوچک اجتماعی بریم تحقیق بکنیم. و ولی آیا فکر نمی‌کنید از جامعه شناسی خرد به گفته خودتون میشه به یه درس‌هایی، به یه مشاهدات عمومی رسید؟ یعنی این رو انکار می‌کنید؟ نه 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 انکار نمی‌کنم. گونه شناسی ستاره‌ای که گفتم اینا که شما به طنز گفتید، اون گونه شناسی یعنی خانواده گسترده، هنوز سر رو دوباره تکرار کنید که خانواده گسترده با چیز خویشاوندی خودش در اطراف داره، و خانواده مستقل محدود و خانواده سالم که زن و مرد به یک نقطه از برابری و تساوی رسیدن، با احترام به هم دیگر تلاش دارن حفظ خانواده رو حفظ کنن. خیلی کوتاه اگر اجازه بدید من یک سوالی میخوام بپرسم. آقای درویشپور گفتن که عموما در خانواده هایی که مورد تحقیقشون بوده، مردها در گذشته میزیستن، زنها در حال حاضر و فرزندان در آینده. شاید منظورشون اینه که الگوهای رفتاری متعلق به گذشته، الگوهای رفتاری متعلق به حال در میان زنها، و الگوهای رفتاری متعلق به آینده در میان کودکان. چنین میشه گفت؟ چون اگر زن داره سعی میکنه منابع اختیار خودش رو افزایش بده بر اساس تئوری شما، این معنیش اینه که به الگوهای رفتاری آینده داره میاندیشه. میخوام ابتدا جواب شما رو بگیرم، بعد از شما خواهم پرسید. من فکر میکنم نه تنها در مورد الگوهای رفتاری، بلکه رویکرد خود فردی هم در همین راستا تایید میکنه این قضیه رو. یعنی اینطور دیده میشه که شخص در اثر اون تروما یا اندوه مهاجرت چنان در گذشته غرق میشه که اصلا نمیتونه از اون تصور خارج بشه که من چی بودم. این سوال مدام تکرار میشه و بعد خودش رو با بچه و با همسرش مقایسه میکنه، اگر مرد باشه، اگر مورد صحبت ما مرد باشه. خب بچه‌ها به خاطر اینکه در مدرسه هستن زبان رو فوق العاده سریعتر یاد میگیرن و اساسا در دنیای کودکیشون خودشون رو متفاوت نمیبینن از جامعه میزبان، کامل نگاه متفاوتی دارن و مدام هم فلش انگشت اتهامشون به سمت خانواده هست. خب اگر این رو میپذیرید، معنیش این است که نه همه البته، اما عموما مردها در خارج نوستالژیک میشن،
زنها نمیشن و بچه ها که اصلا دیگه حدیث متفاوتیه، اصلا با آینده فکر میکنن، چه نمیشه؟ کلی گویی نمیشه کرد. نه اینو من نمیتونم کلی اینجوری بگم، هرچند این اتفاق غالبا به چشم میاد، شاید به دلیل اینکه مردهایی که حاضر میشن صحبت کنن این قضیه براشون خیلی مهمه، ولی بقیه حرف نمیزنن. بله، ببینید من اول یه نکته پاسخ به جناب وهابی بگم. من نظریم، اگر آشنایی داشته باشید، به هر کتاب هم هست میتونید مطالعه کنید، نظریه ساختارگرا نیست، پس از ساختارگراست. یعنی اینکه من هم نقش ساختارها رو در بسیار رفتار خانوادگی میبینم، اینکه شما وقتی میگید موقعیت اقتصادی فرد چیست تاثیر میذاره، هم توزیع قدرت در روابط. اما در مورد سوالی که شما در واقع عنوان کردید، ببینید این سگرایش رو که گفتم باز هم موقعیت طبقاتی و ساختارها نقش داره. برای مثال مردانی که برابری طلب شدن، اینا که دیگه نوستالژیک نیستن، یا خیلی از زنانی که هنوز سنتی هستن، اینا رو که نمیشه گفت در حال به سر میبرن. نسلای جوانی که حتی به گروه های اسلامی پیوستن تو میان مهاجرین، رو به آینده ندارن، رو به گذشته دارن. بنابراین باید فراتر از اینکه پدر، مادر و یا فرزند هستن، موقعیت جامعه، ساختار جامعه، تجربه هر یکی از اینا، موقعیت طبقاتیشون هم در نظر گرفت. یه نکته اضافه کنم در یک دقیقه، فقط خواستم بگم که ما مدل های انطباق میگیم که اندگرسیون موفق یعنی انطباق موفق در جامعه. حداقل در این سه کشور من حدود 75% ایرانی ها انطباق موفق دارن، حدود 25% انطباق ناموفق دارن. در این نقطه با این نظر موافقم، یعنی میرسیم به این نوستالژی و تمام اونهایی که ناموفقن نوستالژیک هم میشن. عشق هم منبع قدرت، اینم خواستم بگم که دیگه بحثی زبط خواهیم کرد. خیلی ممنونم از شما. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه، مهداد دربیشپور، فروغ کنعانی و نادره وهابی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایل هستید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار رو در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر می‌کنیم. پادکست برنامه رو این هفته نمی‌تونیم ضبط کنیم به دلیل اینکه همکاران ما در بخش خبر تلویزیون فارسی بی بی سی خیلی سریع‌تر می‌خوان استودیو رو در اختیار بگیرن به دلیل اخبار فوری که دریافت شده و تحلیل‌های این اخبار. بنابراین شب و روز بر همه شما خوش و با عذرخواهی از شنوندگان پادکستی برنامه که این چند دقیقه اضافه رو این هفته ندارن. شب خوش، روز خوش.